یکی از اینا 50 تا شیعه کشته بود، 50 تا گرفته بودنش. بعد میگفتن تو چرا این کار کردی؟ حکمت اعدامه. گفته بجنبید نام اسلام، من اصلا منتظر همین روزم. بکشتم خودش پیغمبر. هیئت‌ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. الان برید توی سوریه، این داعش این گروه جدیدی که پیدا شدن جنازه‌شون با قاشق پیدا میشه. همه‌شون به استثنا مثل اسلحه جنگیشون که باید همراهشون بشه قنبه، یه قاشق هم دارن برای غذا خوردنشون نیستا. اینا میگن ما با این قاشق میریم و پیغمبر نهار میخوریم. اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه، هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. عقاید بسیار مضحک اینا رو میگم دست بزاره منطق صحبت کنه. خدا با اولاغش میاد شبای جمعه، نمیدونم کاه بریزی رو پشته بود، بند تنبون خدا اگه آویزون بشی فلان، خدایی که کوسه است موهای فرفری داره، خدایی که بحث شده که روی کرسی میشینه بالاخره روی صندلی میشینه، صندلی بزرگتر یا خدا. کلی در مورد این کتاب نوشتن، چون از این طرف الله اکبر و از اون اگه بزرگتر بشه خود صندلی میشکنه. خب اومدن بحث کردن و اومدن گفتن الان یه اپسیلونی خدا بزرگتره که بعد خدا بزرگترین نعوذ بالله صندلی خودش. یه حرفای خدایی که از نور پا از ساق پاش نور میزنه بیرون، اینایی که کرویت زمین رو نقض کردن. یعنی بگید زمین کروی کافری. خب نباید اینجوری باشه. ببین چه فتاوایی اینا دادن. آها همینا رو آدم بیاره به خدا قسم همه اهل سنت میگه ما با اینا نیست، یکی نیستیم. من این همه دانشگاه میرم سخنرانی میگه به خدا ما با اینا ربطی نداریم. همین جهاد نکاحشون برای هفت جد آباد این وهابی بسته. جهاد رجال، جهاد انفس، جهاد محارم. الان تو سوریه خودشون از ترس خودشون در میرن. به خدا في ارقام تتحدث عن 30 الى 40 الف، معظمهم من الشيعة المجندين إيرانيا من أفغانستان والعراق ولبنان. تكشف مصادر إعلامية مطلعة عن قرار إيراني لدمج تلك الميليشيات تحت مسمى المقاومة الوطنية العقائدية ضمن جيش موازن لقوات النظام في العدة والعتاد، بهدف ضمان مصالح ونفوذ إيران لتشييع المنطقة في حال زوال قوات النظام وأجهزة أمنه التي تعرضت مؤخرا لانتكاسات في مناطق عدة. كما يشابه هذا الجيش المزمع تشكيله ميليشيا حزب الله اللبناني في استحواذه على رقع جغرافية تتيح له التوسع مستقبلا بشريا وعسكريا. طهران وفقا لهذه التسريبات أوفدت فعليا معمما إيرانيا إلى سوريا يدعى الشيخ ياسر، بهدف التخلص من الزعامات الفردية لقادة الألوية الشيعية المنتشرة في سوريا كخطوة أولى لإنشاء الجيش، في حين يأتي ردفه بعشرات آلاف المرتزقة على دفعات كخطوة تالية ضمن 100 ألف عنصر يخطط الحرس الثوري الإيراني لجعلهم نواة لجيش المقاومة العقائدية معظمهم من المرتزقة الأفغان والإيرانيين، لا سيما تلك الفئة العاطلة عن العمل وأصحاب السوابق والمخدرات. المخطط الإيراني في سوريا والذي طبقه النظام بحذافيره سيما تلك المتضمنة إصدار شعب تجنيد النظام العسكري قرارا لسحب الشباب السوري إلى خدمة الاحتياط، ما دفع بآلاف السوريين من فئة الشباب لمغادرة سوريا في أسابيع قليلة عقب القرار، وهو الهدف الذي جاء موافقا لما أصدر لأجله
من خلال دفع الشباب في المناطق السنية للهجرة إلى خارج سوريا لإفراغها من أهلها الفاعلين، يقابلها رواتب تصل ل$400 شهريا مع وعود بالاستيطان والجنسية السورية للمرتزقة وعائلاتهم كعنصر جذب في إطار تغيير ديموغرافي مدروس لسوريا.